با فراخبر خوش آمدید در این برنامه. شمارش معکوس برای برگزاری لوی جرگه مشورتی سل، هزینه های کلان، مشوره های بی الزام. اینا نماینده مردم افغانستان است، یک تصمیم خود گرفتن که از جانب مردم افغانستان نمایندگی میکنه. در حالی که رئیس مجلس نمایندگان برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح را خلاف قانون میداند، اما امروز اعضای مجلس تصمیم گرفتند که در لوی جرگه شرکت کنند. به نام خدا و درود بر شما. حکومت فردا لوی جرگه مشورتی صلح برگزار می کند. کمیته روابط عامه جرگه مشورتی صلح می گوید که نزدیک به 2000 نماینده مردم از سراسر کشور در این جرگه درباره چگونگی رهایی 400 زندانی طالبان ریزنی خواهند کرد. حکومت برای برگزاری این جرگه 330 میلیون افغانی اختصاص داده است. اما آیا برگزاری لوی جرگه تنها گزینه بود و جرگه مشورتی صلح راه به کجا خواهد برد؟ برای بحث بیشتر در این باره در بخش اول فراخبر امشب آقای محمد اسماعیل خان، رهبر پیشین جهادی به گونه زنده از هرات با ماست. آقای اسماعیل خان خیلی خوش آمدین به برنامه. تشکر، سلامت باشین. آیا از برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح پشتیبانی میکنید؟ متاسفانه ما این برگزاری لوی جرگه را در همچه شرایط نه تنها که مناسب نمیدانم و قانونی نیست، فقط تنها چیزیست که جناب دکتر صاحب غنی خود را میخواهی که قانی بسازه و بر خود تسلی کند. مجی حمایت نمی کنم و واقعا این به نفع نیست. و دعوت هم نشدین برای شرکت در این جرگه یا شدین آقای اسماعیل خان و شرکت نخواهید کرد؟ ما دعوت نشدیم و اگر دعوت هم میشدم شرکت نمی کردم. درست. شما از بحث یک فرد دارین میگین که این جرگه به نفع نیست و موافق نیستین آقای اسماعیل خان، یا نخیر به حیث یک جمعیتی و عضو رهبری جمعیت اسلامی؟ خب ما به صفت یکی از طرفای اصلی قضی جریان فعلی جنگ افغانستان، حکومت افغانستان با طالبا که اساسا جبهه متحد در طول تاریخ دوران مدت ظهور طالبان تا آخر در جریان ما یک بخش از عمدی از قضای کشور بودم، به صفت یک مسلمان و یک افغان و به صفت یک عضو جمعیت ما کاملا میدانم که تقریبا این یک تفریه رفتن جرام دکتر صاحب غنی از موضوع رایی تقریبا 400 نفری که میخواهی که خود امو اصل مسئولیت در اشانی خود برداره و او برو به دوش مردم افغانستان بندازه و به نام نماینده های دیر میخواین، ما اجی واسطه میگم که این مناسب نیست. امو فرمودی شما یک مصرف بسیار گذافی که صورت میگیره و زایی وقت بیش از 6000 مردم از سراسر افغانستان، اینا همه به خود نشان میده که خب اینها نمیتونن که نمایندگی بکنن از مردمی که اونها متضرر شدن، بچه های اینا کشته شده، از حق الابدی از اونها، چون اینها حق وکالت ندارن، از این واسطه ما شرکت نمیکنم. آقای اسماعیل خان، جمعیت اسلامی شاخه صلاح الدین ربانی، میدانیم که جمعیت در حال حاضر دو تا شاخه است یا به دو بخش تقسیم شده، اعلامیه داده و رد کرده این جرگه را، گفته که نمایشی است و استفاده های سیاسی در این جرگه نهفته است و گفتند که به نفع مردم نیست. اول پرسان سوال ما است که آیا شما در صف آقای صلاح الدین ربانی هستید استاده اید، یا نه خیر در صف بخش دیگر جمعیت آقای عطا محمد نور، قانونی و غیره؟
ما باید دست کنم که جمعیت بنابرامون بگونگوهایی که بخاطر برگزاری کنگره دارن اینا به دو بخش جدا نشدن. گفتگوهای صورت گرفتم، یقین دارم که جمعیت هرگز به دو شاخه جدا نمیشه و همون ما حمایت میکنیم از اعلامیه که داده شده بخاطر از اینکه این جرگه مشورتی ما به مصلحت و قانونی نمیدانیم. همه ما با هم فکریم که این را باید رد بکنیم. پس هر دو شاخه یا شما میگین یک شاخه است ولی در عمل دیده شده دو تا بخش یا دو اتاق تقسیم شده، دو دفتر مرکزی داره جمعیت در کابل، هر دو شاخه جمعیت در این جرگه شرکت نخواهد کرد؟ یعنی فردا مردم آقای نور قانونی و کسای دیگری را که در صف آقای نور هستن هم در جرگه نخواهند دید، درست است آقای اسماعیل خان؟ من فکر میکنم که آقای نور هم تافیلا داخل افغانستان نیست و اگر او آماده باشه، چون مشوری نکردیم، قانونی تشریف ندارن، اکثریت از اعضای شورای رهبری شرکت نمیکنن. درست آقای اسماعیل خان. خب حالا میپردازیم به ای که شما میگین این جرگه به نفع نیست و رئیس جمهور داره تفره میره از بسیاری مسائل و میخواهد مسئولیت بندازه گردن مردم یا همون نماینده هایی که در جرگه جمع میشن. چرا فکر میکنین به نفع نیست؟ زیانش چی است؟ خب اگر واقعا مشوری مردم را در رای زندانی ها مد نظر بگیریم، خب 5000 نفر باید رها میشد که 4000 رها شده. در شروع رای اولین دستی از 5000 نفری باید این روی جرگه دایر میشد و از مردم مشوره میگرفتن. حالا که بیش از 4000 و حدود 700 نفر رها شده، به 400 نفر دیگه مفکر میکنم یک چیز واقعا یک بیجاست که مردم بخواین و راجب از اون مشوره بخواین. همونا هم که بندی بودن و راه شدن، طبیعتا اونا هم جرمی داشتن و اگه جرم نداشتن چرا بندی شدن؟ اونا هم مجرمینی بودن که در جنگ ها در برابر مردم افغانستان جنگیده بودن. بله آقای اسماعیل خان، بسیاری ها به این باور هستن که ارگ مشخصا دنبال اهداف سیاسی و شخصی است. جدای مسئله این 400 زندانی در این جرگه، مسائل دیگری هم بحث خواهد شد و از این جرگه صداهای به نفع ارگ و رئیس جمهور بلند خواهد شد. اعضای این جرگه گفتند موافق هستین با چنین ادعاهایی یا چنین اتهامهایی که از پیش دارن بسته میشن بر جرگه؟ من فکر میکنم جناب دکتر صبغنی واقعا باید بر ملت ترحم کنه و واقعا از نظر من دکتر عبدالله مظلوم قرار گرفته، ورنه جریان صلح در حال که ششتن و حکومت در سر از او بحث کردن که یک قسمت از کابینه برای دکتر صیب عبدالله داده شده و خود از او رئیس صلح هست، او آدم در این رابطه هیچ نقشی نداره و حال مردم رو خواستن و بله در هر جایی که انفجارها، انتحارها، قتلها و خصوص بیش از چند صد نفر ایدامی که رها میشه، از طرفای اصلی قضیه چند نفر نماینده میخواستن از او پرسان میکنن. حالا اگه فردا کسایی به نفع حکومت یا به نفع یا به مخالفت گپ بزنن، اینا نظریات شخصی از اوناست، اینا وکالت مردم رو ندارن. آقای دکتر عبدالله احتمالاً فردا ریاست این جرگه را بر عهده خواهد گرفت. آقای اسماعیل خان هنوزم میگین که نقشی نداره؟ نفهمیدم کی آقای دکتر عبدالله به احتمال زیاد فردا ریاست لوی جرگه را بر دوش خواهد گرفت. فکر میکنین هنوزم نقشی در این مسئله نداره؟ اگر دکتر صیب عبدالله صاحب عبدالله تا فیلن میتونست یک تغییر و تحول یک لستر معرفی میکرد، نه دکتر صاحب عبدالله تا فیلن نقش فعالی نداره. سپاسگزار از حضور شما آقای محمد اسماعیل خان، رهبر پیشین جهادی که به گونه زنده از هرات با ما بودید. حالا میان برنامه کوتاه.
به ادامه فراخبر باز هم خوش آمدید و در این بخش برنامه آقای سید علی کاظمی عضو کمیته روابط عامه جرگه مشورتی صلح اینجا در استودیو با ماست. خیلی خوش آمدید آقای کاظمی به برنامه. زنده باشید. تشکر. بسیاری ها میگن که این جرگه یک جرگه مندرآوردی است، فراقانونی است و به دنبال اهداف سیاسی. موافق هستید؟ تشکر از شما. ما گرچه سمت سخنگویی جرگه مشورتی صلح دارم فعلا. جرگه آجندای اصلیش در بحث در رابطه با 400 نفر زندانی است. هیچ آجندای مخفیانه دیگه وجود نخواهد داشت. میرا به صراحت خدمت شما زبان رئیس فعلی کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح میگم. چون بحث رهایی 400 نفر زندانی یک بحث بسیار مهم است، به خاطر از اینکه در میان از اینا 156 نفر اعدامی ها است. شما مطالعه دارین و مردم عزیز افغانستان هم میدانه که در رابطه با رهایی اعدامی ها ریاست محترم جمهوری افغانستان یا مسئولین حکومتی مطابق با قانون اساسی افغانستان و کد جزای افغانستان به هیچ صورت صلاحیت رهایی از ایران را نداره. این هم میتونه که این اعدام به عفو طویل المدت یا طویل المدت یا عفو ابد تبدیل بکنه، ولی میپردازیم به اون نمیتونه که را آقای کاظمی. ولی بگذارید یک نقل قول بکنم از یک که از اعضای این جرگه. آقای احمد سعیدی در یکی از کمیته ها بودن در جرگه گذشته و چون جرگه است که اعضای قبلی فعلی هم هستند، گفته که به رئیس های کمیته ها زنگ زده شده از کمیسیون برگزاری جرگه و مسئولین جرگه و برشان گفته شده که مسائل چون تمدید یا تکمیل کار دوره آقای غنی و رد احتمال حکومت موقت اگر مطرح میشه در گفتگاه با طالبان، از این مسائل باید شما مطرح بکنین و صدای شما بلند شوه. از امیر رو آقای سعیدی انصراف دادن و حال عضو نیستن. من در این باره چیزی نمیگم، ولی یک سوال از شما میکنم، آیا دکتر سید اشرف غنی نیاز به تمدید حکومت خود داره که جرگه برگزار بکنه یا ریاست جمهوری رو ما انتخابات داشتیم؟ ولی اگر در گفتگوهای صلح مطرح شود نیاز است که نه این بحثا مطرح نمیشه. حکومت موقت بحثی است که طالبا همیشه تاکید کردن. آقای کاظمی، بس حکومت موقت فعلا مطرح نیست. حکومت موقت پذیرشش بسیار سخت و بسیار مشکل است. حالا ما دوره های ما شما دوره های بسیار مختلف را گذشتاندیم. حالا فعلا یا خوب یا بد، به هر شکلی که است ما یک نظام داریم، یک قانون اساسی داریم، یک قوانین نافذه در کشور داریم، یک سیستم وجود داره. شما ببینید، شما ببینید در میز صلح با طالب فکر میکنین کنار میآید؟ گوش کن اگر حکومت موقت تشکیل شود، ما یک سالهای بسیار متمادی را نیاز داریم که یک قانون اساسی جدید شکل بگیره، یک سیستم جدید شکل بگیره، یک نظام شکل بگیره. باز بالاخره افغانستان خود شما میدانین که دخالت های خارجی بسیار زیاد است. فعلا دخالت های بسیار خارجی بسیار زیاد است. جنگ های نیابتی وجود داره میاله. بله. امیال شما میدانید رهبری جنگ عمدتا در اختیار خارجی هاست. باز او وقت حکومت موقت تشکیل شود، باز کی جمع میکنه؟ پس شما میگین با جرگه بی جرگه حکومت موقت در کار نخواهد بود و طالب باید در همی نظام کنونی و حکومت فعلی جذب شود. ما باید هم نمیگم طالبا یک تحریک حقیقی است، قابل انکار نیست. مردم افغانستان پذیرفته، حکومت افغانستان پذیرفته. ما خودت به عنوان یک شهروند اونا را میشناسیم، به رسمیت میشناسیم. ولی ای که باید چی کار کنن، باید چی کار نکنن، او باز تصمیم خود جرگه و تصمیم مردم افغانستان خود بود. درست. ولی شما میگین مسئله آجندای اصلی رهایی اون 400 زندانی است. خب این صداها اگر بلند شد از درون جرگه روشن نخواهد شد که داده شده به جرگه یک آجندای پنهانی؟ ما به عنوان سخنگوی تانو در جریان نیستم که کدام آجندای دیگه پنهانی بوده باشه. درست. اما در مسئله این زندانیان آقای کاظمی دارین میگین که رئیس جمهور صلاحیت نداره، مردم 3000 هم تکمیل نشده، فکر میکنم در حدود 2000 نماینده مردم به قول شما از گوشه و کنار افغانستان آمدن، اینا صلاحیت رهایی را از کجا میارن؟ در قسمت تعدادش ما امروز کلیپی که با
دوستای شما داشتم تا او ساعت نزدیک به 2000 شده بود. ارقامی که من فعلا معلومات گرفتم فعلا در حدود 2300 نفر است. امیدوارم که تا آخرای شب نزدیک 3000 شوه. و در پلی ازو نماینده کابل که در 500 نفر است، تا هنوز اینا ارقامش داده نشده که اینا در آخر شب یا اینا میان حضور پیدا میکنه. ولی در قسمت ای که رهایی زندانیان صلاحیتی کیه؟ صلاحیتی هیچ کسی نیست. ما صلاحیت رئیس محترم جمهورم نیست، صلاحیت جرگه مشورتی هم نیست. ولی یک چیز هم میخوایم خدمت شما عرض بکنم که اگر ما تضمین داشته باشیم از جانب خصوصا ایالات متحده امریکا، یک جامعه بین المللی و کسایی که در امورات صلح افغانستان زیدخل هستند، مردم افغانستان بدانند مثل گذشته واره نه که حکومت افغانستان در حاشیه مانده بود، توافق صورت گرفت، ولی در توافق گفته شد که حداقل 2000 نفر زندانی چیشه و رهاشه و ما به طرف مذاکرات صلح پیش میریم. ولی متاسفانه در توافق چنین چیزی گفته نشد. 5000 مکمل گفته در چی گفته شده بود؟ به صورت شفاهی گفته شده بود. ولی ما متاسفانه شما شاهد بودیم که ما نرفتیم. اینال مردم باز نگرانی دارن که اگر 400 نفر باقی مانده زندانی یا رها شوه چی تضمین وجود داره؟ ما احترام میگذارم به نظر آقای سعیدی، مثل آقای سعیدی شخصیت های دیگه ما داریم. پیشتر ما با یک تعداد اساتید دانشگاه صحبت داشتیم، با یک تعداد علما صحبت داشتیم، با یک تعداد کسایی که سوال اینا یک نگرانی دارن که اگر 400 نفر رها شوه چی تضمین وجود داره؟ که 4600 نفر با چی تضمین رها شد که 400 نفر باید با تضمین جهانی رها شوه؟ شما ببینید 400 نفر جدای از 4600 نفر، 4600 نفر جرمشون کمتر بود، اینا قاتل نبودن، قاتل مردم افغانستان نبودن، اینا به اعدام محکوم نشده بودن، اینا کسایی نبودن که جرم جنایت کرده باشن. انس حقانی هم در او جمع نبودن؟ خب این بحث انس حقانی جداست. چرا میتونه که فرار میکنه حکومت از بحث انس حقانی؟ میتونه سخنگوی حکومت افغانستان این پاسخ رو به ما بده. من خودم از آدرس جرگه مشورتی صلح با شما صحبت میکنم، ولی این 400 نفر کسایی هستند که خب متاسفانه جرم کردن، جنایت کردن. اینا 400 نفر نبود، 600 نفر بود، 200 نفر کم شده. میدونین چرا؟ فعلا روی 400 نفر بحث است. ولی اون 600 نفر در همین فهرستی بود که شما دارین گپ میزنین. احتمال داره که یک تعداد خارجی ها از اینا جدا شده باشه، به خاطر ازی که شما در جریان هستین که نه خیر، اونا آزاد شدن. یک تعداد خارجی ها رو من در جریان هستم که اینا فعلا در قید حکومت است، در زندان ها هست و کسایی هستند که از میدان جنگ گرفته شده. یک کسایی هستند که در مقام عالی فرماندهی درست در میدان جنگ وجود داشته، حضور داشته. حالا خیلی بحثی از لحاظ حقوقی بسیار مشکل مهم است. مثلا تمامیت ارضی افغانستان خدشه‌دار شده، منافع ملی افغانستان خدشه‌دار شده، روی ازی باید تصمیم جداگانه گرفته شود. فعلا روی از این لحاظ حقوقی میپذیرین که جرگه فردا یک جرگه قانونی نیست؟ شما ببینید در از صلاحیت رئیس شما قانونگذار بودین آقای کاظمی، از صلاحیت رئیس جمهور افغانستان است که جرگه را برگزار بکنه. حالا خو ای نتیجه از این قانونمند هست یا نیست بس جداگانه است. چون افغانستان نفس برگزاری چون این جرگه ای قانونی است؟ در قانون اساسی افغانستان گفته شده که بس جرگه مطرح شود. بس لوی جرگه، لوی جرگه مطرح شود. لوی جرگه است، این جرگه مشورتی است، از نامش ویداست، از نامش مطرح. ترکیب این جرگه اما ترکیب یک پارسال است که یک سال پیش ما شما شاهد بود. او هم فراقانونی بوده چون تکمیل نیست، میدانیم ما شما آقای کسیم. ولی دعوتی که شده اعضای جرگه تکمیل نیست، درست است؟ اون نظمو افراد است، افرادی که آمدن اینا تحصیلات حقوقی دارن، عالم هستن، روحانی هستن، اساتید پانتون دانشگاه هستن. ولی با توجه به نارامیای فعلی کسایی هستن که اینا عمدتاً در مراکز زندگی میکنه، در مناطق ناامن زندگی میکنه، میفهمم، میدانه. فکر میکنین اینا نماینده های واقعی تمام مردم افغانستان هستن؟ عمدتاً. ما نباید توهین بکنیم بر از اونا که توهین نیست، اما شمول میتونه باشه آقای کاظمی؟ کسایی هستن که 3000 نفر، 32 میلیون نفر میتونه نمایندگی بکنه؟ شما اجازه میتونید؟ بله، چرا نه؟ کسایی هستن که از متن مردم افغانستان برآمدن نمایندگی. شما گوش کن، بله، شما حتما ما رو میشناختین، برادر ما میشناختین، شهید کاظمی رو. ما دروغ نمیگیم به مردم افغانستان. ای که باز یک گپ دیگه وجود داشته باشه بس جداگانه است. من به عنوان یک شهروند
که ما خودم در کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح زندگی میکنم، اکثریت از اینا رو میشناسم که اینا نمایندگی واقعی از مردم افغانستان میکنن. شما ببینید اعضای شورای ولایتی هست، اعضای شورای ملی هست، خوشبختانه امروز مشکل ولایتی جرگه هم حل شد، اونا هم شرکت میکنه فردا. اعضای مشکل اونا حل شده، اعضای مشتان جرگه او کدام رشوت نداده کمیسیون جرگه مشورتی صلح که اونا بیا شرکت بکنه. ساعت ها پشت در بسته آقای استانکزی با اونا گفته شد، واقعیت ها با اونا گفته شد. دیروز گفتن خلاف قانون است، امروز قانونی شد جرگه از نظر اونا. یک چیز که وجود داره که شما از امیر سیف اسماعیل خان سوال کردن که پشت پرده چی هست، ولی ما پشت پرده رو پیش پرده با شما تشریح میکنم. پشت پرده هیچ چیز نیست. امیر استانکزی سه بر از اونا تشریح کرد که هیچ چیزی نیست. اگر کدام آژندای دیگه پشت پرده بود، میتونه اعضای محترم ولسی جرگه اون رو موجه با عنوان اعتراض مجلس ترک کنه. درست. از جرگه حکومت چی میخواد در مسئله همین 400 زندانی؟ به احتمال زیاد شما دو تا سوال دارین، موافق هستین مخالف هستین؟ جرگه میگه مخالف. او صلاحیت مردم افغانستان، صلاحیت نماینده مردم افغانستان، ولی اونا حق بخشش عقل عبدی را ندارن. ما نمیگم که فشار بیاریم روی نماینده مردم افغانستان که حتما شما ای را قبول بکنین که حتما اینا رها شد. اگر قبول هم بکنن فکر نمیکنین که صلاحیت ندارن؟ ما فکر میکنم که باید به نظر مردم افغانستان، نظر مردم جداست. مردم افغانستان از خانواده شما کسی جان باخته در جنگ ها؟ بله 100%. درست است؟ ما دو تا برادرم با شهادت رسیده، یک در سال 58 شما میتونین که حق برادرتان ببخشین آقای کوزی؟ ما یک شما که عضو خانواده ای اونا هستین، پسرش تا 18 ساله نشوه حق بخشش نداره، درست است؟ خب اینا کی هستن که باید حق کسایی که عضو فامیلشان کشته شده او را ببخشن؟ در رابطه با شهادت شهید کاظمی یک توطئه بین المللی بود. بله. خب ولی این مشخص مثال بود، کسای دیگر هم میتونیم بگوییم. او مشخص هم نیست، یک تعداد حلقات مفسد داخلی هم دست داشت. بله. و یک توطئه بین‌المللی هم دست داشت، ولی این ما مطمئن نیستیم که میان 400 نفر قاتل شهید کاظمی هم بوده باشه. یک دوم دیگه، من نقل قول میکنم از یکی از مهمانهای شما که در تلویزیون طلوع در ماه رمضان یک خانم بود. بله. که آمده بود گفت من دو تا بچه خوده در راه جنگ افغانستان شهید دادیم، اینا از بین رفته، ولی اگر ما اطمینان پیدا بکنم که صلح میاد در این کشور، ما حاضر هستم که از خون از اونا بگذرم. ایره یکی دوم تمام دیگه تمام خانواده ها در اون صف نیستن. دوم دیگه اگر ما اطمینان پیدا بکنیم که نماینده های مردم افغانستان مخالف رهایی از این هست، بله، به نظر از اونا احترام بگذاریم و رها نخواهند شد. 100%. مطمئن باشیم آقای کاظمی؟ یعنی میز و این بحث شاهد باشه ایره ایره فردا همین دو سه روزی که جرگه برگزار میشه، یعنی اگر جرگه مخالفت بکنه این 400 زندانی هیچ گاهی رها نخواهند شد. ما مردم نظرات مردم افغانستان خصوصا نماینده از اینا احترام میگذاریم. بکنن آقای کاظمی، یعنی توافق بکنن بر نظر خود این ما نمیخوایم پیشگویی بکنم، این نظر خود از اوناست. حالا ببینیم، منتظر بوده باشین قانون چی میشه آقای کاظمی اینجا؟ قانون احترام گذاشته میشه. قانون گفته که اینا را کسی حق رهایی شان نداره تا ورثه اون فامیل آسیب دیده اگر نداشته باشه. ما ایره به شما اطمینان میدم. خوشبختانه که در میان این نماینده مردم افغانستان تعداد زیاد چهره های تحصیل کرده است. چهره های حقوق دان است. اساتید پوهنتون هاست. علما است. اگر اینا نظر دادن، درست. چون دمی سه روز کمیته ها روش بحث میکنه، اگر اینا نظر دادن که وارثین از اینا باید خواسته شوه، حکومت افغانستان موظف است که وارثین رو بخواد. از حضور شما آقای سید علی کاظمی و از شماهایی که برنامه را دنبال کردید.